حضرت فاطمه معصومه علیه السلام، دختر گرانقدر امام کاظم، هفتمین پیشوای تشیع انقلابی و خواهر امام رضا علیه السلام، در روز اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری، در دوران شدت استبداد و اختناق خلفای عباسی، چشم به جهان گشود. دورانی که زندانها و سیاهچالها مملو از مجاهدان و شیعیان انقلابی بود و امام کاظم نیز پس از تحمل زندانهای طولانی در سیاهچال هارون خلیفه عباسی به شهادت رسید. امام هفتم پیش از شهادت خود با اشراف به چنین شرایطی برای راهگشایی جنبش انقلابی تشیع به دختران خود که نزدیکترین یاران پیشوای بعدی شیعیان امام رضا محسوب می شدند توصیه کرده بود از ازدواج خودداری کنند و حضرت معصومه در رأس 18 زن مجاهد دیگر بر اساس این رهنمود به طور حرفه‌ای و تمام عیار در خدمت پیشبرد جنبش بودند و به ترتیب سنت نوین را در میان زنان انقلابی پایه‌گذاری کردند. زنانی که از آن پس در تاریخ از آنان تحت عنوان زنان رضوی یا رضائیات نام برده می شد. حضرت معصومه در سال 201 هجری قمری در جریان یک مأموریت انقلابی با سرپرستی تعدادی از شیعیان از مدینه عازم خراسان شد تا به برادرش امام رضا علیه السلام بپیوندند. هنگامی که قافله آنها به شهر صابه رسید، نیروهای حاکم ستمگر منطقه به آنها هجوم آوردند و نبردی در گرفت که طی آن تمامی مردان همراه آن حضرت که تعدادشان 23 نفر بود به شهادت رسیدند. در جریان این نبرد حضرت معصومه بیمار شد و از اطرافیان خواست او را به قم که در آن زمان از مراکز شیعیان بود برسانند. مردم قم به مراقبت و حفاظت از آن حضرت برخاستند، اما در فاصله کوتاهی حضرت معصومه علیه السلام در روز دهم ربیع الثانی در اثر همان بیماری وفات کرد و حرم مطهرش در قم به میعادگاه شیعیان و همه مشتاقان اسلام مردمی و انقلابی تبدیل شد که رو در روی ارتجاع و ستمگری در زیر پرده دین به زیارت آن پرچمدار و پیشتاز زنان رها و رزمنده مجاهد می شتابند.